بسم الله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التي انعمت علیکم و اوفوا بعهدی اوفی بعهدکم و ایایا فرهبون و آمنوا بما انزلتم مصدقا لما معكم ولا تكونوا اول کافر به ولا تشتروا بآیاتی ثمنا قلیلا و ایایا فتقون. تذکر نعمت در حقیقت زمینه شکر نعمت است. این که خدای سبحان اصرار دارد انسان متذکر نعمت حق باشد برای این که مایل است انسان در حال سعادت بماند. و انسانی که متذکر نعمت نباشد به یاد ولی نعمتش نیست، و انسانی که به یاد ولی نعمت خود نبود نعمت را در راه باطل صرف میکند، تبدیل به نعمت میشود و سعادت را از دست میدهد. بیان ذالک این است که خدای سبحان طبع اولیه انسان را به انسان تفهیم می کند و سنت الهی را هم به انسان تفهیم می کند. می فرماید طبع اولیه انسان این است که وقتی نعمتی بوداده شد بیراه می رود. این طبع اوست، گرچه فطرت او بر توحید است اما طبع او بر سوء استفاده از نعم است. هم نعمتها را از عنوان کرامت خود میپندارد که فرموس اول انسان اذا مبتلاه ربه فاکرمه و نعمه یقول ربی اکرمن، و هم این که نعمت باعث سرکشی اوست که اذا انعمنا علیه اعرض و نعا بجانبه. این طبع انسان است نه فطرت انسان. فطرت انسان به سمت توحید است، ولی طبع انسان این است وقتی به نعمت رسید از خدا رو برمیگردند. پس طبع اولیه انسان آن است که با گرفتن نعمت از خدا رو برمیگرداند. چون اون که انسان را آفرید از خصیصه هستی او از همه باخبرتر است. فرمود طبع انسان این است وقتی نعمتی به او برسد و از خدا رو برمیگرداند. بعد هم سنت الهی را ذکر کرد. فرمود هر کس از نعمت خدا سوء استفاده کرد خدا نعمت را تغییر میدهد. ان الله لا یغیر ما بقوم حتی یغیر ما بانفسهم. یا ذالک بان الله لم یکن مغیرا نعمتا انعمها علی قوم حتی یغیر ما بانفسهم. این سنت خدا و این سنت هم بر صراط مستقیم است، چون ان ربی علی صراط مستقیم. و این سنت هم تخلف و تحویل و تبدیل پذیر نیست، چون لن تجد لسنت الله تحویلا و لن تجد لسنت الله تبدیلا. اگر این چنین شد که انسان در برابر یافت نعمت او را کرامت تلقی می کند، یک کرامت کاذبه، چون نعمت امتحان است نه تکریم. و اگر این چنین است که روی پندار باطل که نعمت را کرامت می داند نعمت را به میل خود صرف می کند، اعرض و نه به جانبهی. و اگر هر که نعمت را بیراه صرف کرد خدای سبحان تغییر نعمت میدهد، و اگر خدا تغییر نعمت داد احدی بر انسان نعمت روانه میدارد، چون همه نعم از آن خداست، برای اینکه انسان به این روز سیاه مبتلا نشود خدای سبحان مکرر به انسانها با عناوین گوناگون گوشزد بکند که به یاد نعمت حق باشد. گاهی میگوید اذکرو، گاهی میفرماید اشکرو، گاهی میفرماید و اما به نعمت ربک فحدث. این ذکر نعمت یا تحدث به نعمت زمینه شکر نعمت است، گرچه اینا مفهوما از هم جدا ولی مستاقا کنار هم است. این که میفرماید و اما به نعمت ربک فحدث نه یعنی فقط بگو که بگو خدا به من این داد به اون داد. خب خدا به من این داد به اون داد که چه کنم؟ این تحدیث نعمت در حقیقت شکر نعمت است، یعنی شاکر باش نعمت را به جا صرف کن. یا این که فرمود اذکروا نعمتی التي انعمت علیکم نه یعنی بگوید خدا به ما این نعمت داد خدا به ما اون نعمت داد. این ذکر نعمت شما را به ذکر منعم هدایت کند که نعمت را به جا صرف کنید. پس لسان اما به نعمت ربک فحدث و زبان اذکروا نعمتی التي انعمت علیکم لبن زبان اشکروا نعمت الله است، یعنی شاکر باشید. چرا؟ چون اگر این تذکرها نباشد انسان طبعا از نعمت سوء استفاده می کند و به طرف خود می گراید نه به طرف خدا. خود خواه می شود نه خدا خواه.
و انسان خودخواه نعمت را بیجا صرف می‌کند و خدا مهلت نمی‌دهد کسی نعمت او را بیجا صرف کند. حالا این آیات مراجعه فرمایید. در سوره فصلت و همچنین نهر این چین آمده است که انسان نعمت را که یافت رو برمیگرداند و اعراض میکند. فاذا انعمنا علی الانسان اعرض و نهی بجانبه. سوره فصلت آیه 51 فرمود و اذا انعمنا علی الانسان اعرض و نهی بجانبه. نهی یعنی بعد، به طرف خود میرود، یعنی خودخواه میشود. و انسان خودخواه نائی بعید است، نمتقرب. انسان خداخواه است که قربتن الله گام برمیدارد. همه عبادات قربان است، منتها درباره نماز از اون جهت که جز برجسته ترین عبادات است وارد شده است از صلات و قربان و کل تقیه. نماز باعث تقرب انسان الی المولا. صوم هم این چنین است، درس و بحث هم این چنین است، زکات و جهاد هم این چنین است. هر عمل قربی که انسان را به الله نزدیک کند قربان کل تقیه. پس انسان متنعم اگر او تذکر داده نشود خودخواه می شود، نه به جانبی به سمت خود می گراید. نه تنها مال الی جانبی، چون میل به خودخواهی دو بعد از خدا. نفرمود به این که مال الی جانبی، چون میل به خودخواهی همان و بعد از خداخواهی همان. انسان می شود نائی و دور، نه به جانبی. و منشأش همان که در سوره فجر فرمود و اما الانسان اذا مبتلاه فاکرمه و نعمه فیقول ربی اکرمن. ما او را با نعمت می آزماییم، این خیال کرد ما او را تکریم کردیم. او مبتلای به نعمت است، چون همونطوری که انسان مبتلا به فقر می شود مبتلا به نعمت می شود، همونطوری که مبتلا به مرض می شود مبتلا به سلامت می شود. سلامت هم مثل مرض بلوا و امتحان الهی. انسان سالم مبتلا به سلامت است، انسان بیمار مبتلا به مرض است، هر دو بلوا. منتها مؤمن اینها را بلوا میداند شاکر است، غیر مؤمن اینها را کرامت میپندارد به خودگرا. فرمود اگر نعمت را کرامت خود پنداشت به سمت خود گرایش پیدا میکند، و کسی که به سمت خود گرایش پیدا کرد البته از خدا دور میشود. وقتی از خدا دور شد نعمت رو بیجا صرف میکنه. وقتی نعمت رو بیجا صرف کرد، چه در سوره انفال چه در مورد دیگر، این رو به عنوان یک سنت تخلف ناپذیر الهی ذکر کرد. آیه 53 سوره انفال این است که ذالک بان الله لم یکو مغیرا نعمتا انعمها علی قوم حتی یغیروا ما بانفسهم. اگر کسی تغییر روحی داد خدا نعمت رو عوض میکند، چون تمام آسیب از تغییر نفس است. انسان دیدش که عوض شد اوصافش عوض می شود، وقتی اوصافش عوض شد نعمت را بیجا صرف می کند. وقتی نعمت را بیجا صرف کرد خدای سبحان تغییر می دهد. ذالک بان الله لم یکو مغیرا، این لم یکو نشانه سنت است، یعنی هرگز خدا اینچنین نمی کند. سنت خدا بر این است که نعمتی که داد نمی گیرد مگر انسان در روحیه خود دگرگونی ایجاد کند که به وسیله اون دگرگونی که در حقیقت خودخواهی است نعم را بیجا صرف کند. حتی یغیر و بانفسه، اونگاه و ان الله سمیع علیم. بعد جریان فرائین را ذکر بکند که ده به آل فرعون و الذین من قبلهم که کذب و با آیات ربهم فاهلکناهم بذنوبهم و اغرقنا آل فرعون و کلون کانوا ظالمین. ما نعمت دادیم، اینا خودخواه شدن، نعم را بیجا صرف کردن، ما اینا را به کام دریا فرو بردیم. این ان الله لا یغیر ما بقوم حتی یغیر ما بانفسهم هم مؤید همین آیه است که در سوره انفال آمده. برای اینکه این چنین نشود، انسان گرفتار عذاب الهی نشود، مکرر به انبیا دستور میدن که مردم را متذکر نعمت خدا کنید. پس آیه که فرمود یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التي انعمت علیکم، یا آیه 2 یا 3 سوره فاطر که به همه انسان‌ها دستور تذکر نعمت می‌دهد، برای آن است که نعمت را بیجا صرف نکنند. آیه سوم سوره فاطر این است یا ایها الناس اذکروا نعمت الله علیکم. سخن از بنی اسرائیل و امثال ذلک نیست، سخن از هر انسان است، اون هم بالاترین نعمت، نعمت اصلی. لذا فرمود یا ایها الناس اذکروا نعمت الله علیکم هل من خالق غیر الله یرزقکم من السماء والارض.
او هم خالق شماست، هم رب شماست، هم هستی به شما داد، هم این هستی را می پروراند، هم شما را خلق کرد، هم روزی می دهد. نعمت رهبری جز برجسته ترین نعمت هست، اما حصر نیست. البته نعمت رهبری که جز برجسته ترین نعمت هست در آیه 5 سوره مائده استفاده می شود که فرمود الیوم اکملت لکم دینکم و اتممت علیکم نعمتی. همه نعم را خدای سبحان داد، اما نعمت رهبری و نعمت ولایت بالاترین نعم است. هیچ نعمتی بالاتر از ولایت و امامت نیست. فرمود و اتممت علیکم نعمتی. نعمت به تعبیر سیدنا استاد رضوان الله در قرآن کریم این در اطلاق نعمت ولایت است. سایر نعم را خدای سبحان غیب می آورد که بفرون نعمت، بفرون نعمت آسمان، نعمت زمین، نعمت هستی، نعمت میوه ها و آب ها و امثال ذالک. اما نعمت این در اطلاق وقتی مقید نشود نعمت ولایت است. نظیر این آیه 2 سوره مائده که فرمود الیوم اکملت لکم دینکم و اتممت علیکم نعمتی و رضیت لکم الاسلام دینا. چون که ذیل آیه کریمه و لتسالون یومئذن عن النعیم از امام هشتم سلام الله علیه است که نحن النعیم، یا درباره ابراهیم سلام الله علیه که هست واجعلنی من ورثه جنت النعیم، جنت النعیم جنت ولایت است. نعمت این در اطلاق و نعمت کامل است البته، اما قرار این که حصر نیست، منحصره در اونی. بله بله، همین الان خونده شد این روایت. بله اون هم حضر حضر اضافی است و خود خدای سبحان عجل و اکرم است که در قیامت از شما سوال کند که شما این میوه را چه کردی. وقتی نعمت ولایت درست شد همه نعم در جای خود صرف می شود، و اگر نعمت ولایت و رهبری معصومین درست نباشد همه نعم می شود نقم، چون بیجا صرف می شود. نعمت کامله اوست البته. نعمت این در اطلاق این است، و یعنی خدای سبحان در سوره لقمان یا روح فرمود اسبقا علیکم نعمه ظاهرتن و باطنه. اونا جز نعم باطنه است، اینا جز نعم ظاهره. فرمود اسبقا علیکم، اسباق یعنی شاداب کردن، اسباق در وضو یعنی وضو شاداب گرفتن. فرمود خدای سبحان نعم را شاداب و فراوان در اختیار شما قرار داد، طوری که بخواد بشمارید نمیتوانید. اسبقا علیکم نعمه ظاهرتن و باطنه. بعد از این مرحله بالاتر فرمود اصلا قابل شمارش نیست. لئن تعودوا نعمت الله لا تحصوها. بنابراین اگر تذکر نباشد، انسانی که طبعش این است با دریافت نعمت خودخواه خواهد شد، این نعمت را بیجا صرف میکند. و سنت الهی هم این است که نعمت را از انسان مصرف میگیرد. و اگر خدای سبحان لطفش از یک گروهی برگشت و نعمت را گرفت، احدی به اون نعمت نمیرساند. چون ما بیمسک الله فلا مرسله. همونطوری که اگر خدا کسی را متنعم کرد، احدی نمیتواند در رحمت خدا را ببندد. ما یفتح الله للناس من رحمت فلا ممسکه، از اون طرف به ما یمسک فلا مرسله. اگر خدای سبحان در رحمت را بر روی گروه یا شخصی بست، کی میتواند باز کند؟ چون کلید پیش اوست، اندهو مفاتیح الغیب. اگر مفاتیح پیش اوست، کلید دار در رحمت و رزق را بست، کی میتواند باز کند؟ لذا پشت سر هم تذکر میداد که به یاد نعمت باشید که نعمت از شما گرفته نشود. پس این چه نیست که به یاد نعمت باشید، یعنی فقط به یاد بیاورید که نعمت به خدا داد. گرچه همین تذکر یک عبادت است، اما اساس ذکر این است که انسان نعمت را به جا صرف کند. گرچه اما به نعمت رب که فحدث، خود تحدیث نعمت عبادت است. بگوید خدا این نعمت را من داد، همین عبادت است، همین اقرار است و عبادت. اما همه اینها زمینه شکر است که انسان نعمت را به جا صرف کند. پس اگر فرمود اذکروا نعمتی، یا فرمود اما به نعمت رب کفدس، اینا زمینه است برای اشکر و نعمت الله. شکر هم آن است که انسان هم قلبا معتقد باشد این نعمت از خدا و هم این نعمت را به جا صرف کند. اگر کسی نعمت را به جا صرف کند، شکر عملی کرده است. فرمود انما یرید الله لیعذبهم بها فی الحیات الدنیا. چطور نگره؟ گاهی داشتن مال و فرزند عذاب داخلی، ما که از اون خبر نداریم. ما خیال میکنیم فلان متمکنی که در راه تکاثر قدم بر میدارد، نه به طرف کوثر حرکت میکند، اون متنعم است. اما شما خیال نکنه او در نعمت است، او در عذاب است. انما یرید الله لیعذبهم بها فی الحیات الدنیا.
در آخرت البته عذاب قیامت به انتظار اوست. گاهی انسان خدا رو شکر میکند که ای کاش من این مال رو نمیداشتم، حالا برای او بلا. شکر میکند میگه ای کاش من این فرزند رو نمیداشتم، حالا بیند برای او بلا. فرمود شما خیال نکنید اگر ما به یک عده مال دادیم، به فرزند دادیم، نسارع لهم فی الخیرات، هم لسان نفع را فرمود هم لسان اثبات را. فرمود این چنین نپندارن که اگر ما به یک عده مال دادیم یا اولاد دادیم نسارع لهم فی الخیرات، این چنین نیست. بنا خیر دادیم، این چنین نیست. در بخش دیگر لسان نفعش ذکر می‌کند، فرمود بل یرید الله لیعذبهم بها فی الحیات الدنیا. گاهی می‌بینید همون عذاب داخلی از درون خانه شعله می‌جوشد. پس اگر کسی نعمت را بیجا صرف کند معاذ الله، همون نعمت تبدیل به نقمت می‌شود. گاهی خدا فرمود ما می‌گیریم، گاهی ما تبدیل می‌کنیم نعمت را به نقمت و عذاب. گاهی از انسان می‌گیرد، گاهی همون را به عنوان نعمت دامنگیر انسان می‌کند. در بحث قبل از امیر المومنین سلام الله علیه این جمله را قرائت فرمودید که فرمود و علمو عباد الله ان جوارعکم جنوده. خب اگر دست و پای انسان سرباز خداست، خدا اگر کسی را خواست بگیرد با دست و پا و زبان و مال و فرزند او میگیرد، لازم نیست که از جای دیگر عذاب بر او به عنوان سائقه نازل بشود. فرمود چیزی در عالم نیست که سرباز حق نباشد. اگر خدای سبحان کسی را خواست بگیرد با زبان او با دست او را میگیرد. پس اینها نعمت نیست. اگر در راه صحیح صرف نشد نعمت نیست. و انسان طبعش این است وقتی نعمتی به او رسید خودخواه میشود. لذا پشت سر هم تذکر میدن که به یاد نعمت حق باشید، به یاد ولی نعمت باشید. اون همون از هر راه خواست بگیره دیگه، بنگ در زیرش نمون. حتی اذا فره رو به ما اوتو اخذان بختتن. مثل که شما ببینید یک کسی که بخواهن او را غرق کنن، اگر خدای سبحان او را بخواهد به کام دریا غرق کند، نظیر فراینه راه دریای بورها میداد. وقتی اونجا که کم عمق است از اونجا گذشت به عمق دریا رسید، آبها کنار هم میان. فقشی هم میال جمع ما قشی هم در زیل همین آیه که قرائت فرمودید دارد حتی اذا فرحوا بما اوتوا اخذناهم بغتة فاذاهم مبلسون. در همون نعمت ما اینا رو میگیریم، اینا مبلس میشوند، سراسیمه میشوند، میخوان بیرون بیان نمیتونن. همون نعمت میشود عذاب. بله دیگه، خدای سبحان که بخواهد بگیرد گاهی با تغییر نعمت میگیرد، گاهی با افزایش نعمت که میخواد اون نعمت را افزوده کند در حقیقت میگیرد. مزید نعمت است نه مزید نعمت. فرمود به این که اونها که بیراه رفتن ما یک مقدار فشار می آوریم برای که تضرع کنه. وقتی دیدیم نه با این امتحان ابتهال نکردن، تضرع نکردن، حتی اذا نسو ما ذکرو، ما اینها را در فشار قرار دادیم که متذکر حق بشن و این نشدن. حالا که نشدن فتحنا علیهم ابواب کل شی، حتی اذا فرحوا بما اوتوا، خوشحال شدن، غرق نعمت شدن، اخذناهم بغتة، چون نعمت فراوان است و همه این نعم فراوان سپاه ما شدن و علیه او شوریدن، فاذاهم مبلسون. مبلس یه آدم سراسیمه که نمیداند از کدوم راه بیرون برود. پس بنابراین اونهایی که نعمشون زیاد است به استناد همون آیه، به استناد لیازده و هم فی الحیات دنیا، همونها نغم خواهد بود. چه این که فرمود ولا يحسبن الذين كفروا انما نملي لهم خير لانفسهم انما نملي لهم ليزدادوا اثما. بعد تقول این استدراج است، ما کم کم اینا رو داریم به دام عذاب میکشیم. خدا نمیگیرد کسی که با چشم گناه میکند. بدترین گرفتن همان است که این چشم در اختیار اوست و این چشم هر روز دارد تیر شیطان را به او تحمیل میکنند. از نظرت و سهم و نسان ابلیس، چه گرفتنی بدتر از این؟ یه وقتی به هوش میاد که سراپای پر از تیر شیطان است. لازم نیست کور بکند، اگر کور بکند چه او را راحت کرده است. اگر کور بکند چه واقعا او راحت شده است. اگر کور باشد چه نگاه نامحرم ندارد. از نظرت و سهم و نسان ابلیس، مثل اینکه تیر را از او بگیرد فایده ندارد. باید این دید را داشته باشد که هر روز نگاه بکند و هر روز بر پیکر خود تیری بزند. یه وقتی به هوش می آید که تمام بدن او را تیر گرفته. نه، در آخرت حس می کند. مثل این که انسان
مرد که سراپای او را تیر فرو برده وقتی به هوش آمده میبینه جای سالمی نمونده. انسان در حال احتضار این که درد احساس میکند برای آن است که اون تیرها او را مجروح کرده و در حال احتضار تازه به خود آمده ولی فشار احساس میکند. بنابراین اگر این تذکر نباشد انسان خودخواه است، فطرت انسان خودخواه است، ولی طبیعت انسان خودخواه است. اگر انسان فقط تو من شأن و خلق آخر بود، اگر انسان فقط نفخت فیه من روحی بود خودخواه بود. اما یه بعدش نخالق بشر من تین است، این بعد تینی او خواه و ناخواه خودخواهی را به دنبال دارد. اگر خودخواهی را به دنبال دارد تذکر ائمه علی مصطفی و انبیای الهی نباشد، این خودخواهی او بر او مسلط می شود و خدای سبحان با خودخواه بده و همون نعم را به صورت نقم تبدیل می کند. اما فرمود اینا می خورن کما یکل انعام، این چه تمتعی؟ زرهم یکلو و یتمتع و یلهم العمل. اون وقت فرمود اینا یکلون کما تاکل انعام. شما اگر چونکه گوسفندی رو به عنوان فربار بستید برای اینکه او رو ذبح کنید، دارید به او احسان میکنید یا برای آن شور از بین ببرید؟ اینا این چنین هم فمود یه کلون کما تاکل الانعام. فطرت مال روح است که گرایش به جهان ماورای طبیعت دارد، هم از آن عالم طبیعت است که گرایش به زمین دارد. این استاغلت من الارض از آن طبیعت انسان است. فرشتگان فقط همون یک بعد الهی دارند، لذا لا یعصون الله ما امرهم. انسان همون فطرت را دارد که فطرت الله الذی فطر الناس علیها، همین طبیعتی را دارد که به طرف خاک مائل است. فرمود ما اگر به وسیله انبیا مردم را متذکر نکنیم، این مردم خودخواهند نه به جانبهی. این که میبینید شرک مرموز در همه ما کمون بیش هست، میگوییم ما خودمون زحمت کشیدیم درس خوندیم، خودمون زحمت کشیدیم این مال رو فراهم کردیم، این برای آن است که به یاد نعم الهی نیستیم. خدای سبحان فرمود معلم شما خدا الرحمن و علم القرآن. وقتی ما را به این ولی نعمت با متذکر نکنن، میبینید انسان تو مباحثات در تفاخرها در تخاصمها فورا خودش مطرح میکند، میگه من سالها زحمت کشیدم درس خوندم. این همون کفر رقیق است که احیانا در حال فخر فروشی یا در حال دشمنی ظهور می کند و تذکر اگر نباشد اون فخر فروشی در روز خطر خودش نشون می دهد. انسان همیشه که لازم نیست کافر بشود، یک بار که کافر شد کافی است که همه اعمال حق بشود. اینه که تذکر برای آن است که انسان نه به جانبهی نباشد، همواره برای نعمت خود را ببیند. شما وقتی سیره ائمه علیهم السلام لازم فرمایید، میرد وقتی کنار سفره نشستن یه دعا میخوانن، از سفره که فراغت پیدا کردن الحمدلله الذی قد امنا من جوع، بعد از قرار میگوین، نگفتن شما وقتی کنار سفره میشینید دعا کنید، از سفره برخواستید دعا کنید. کجا به ما گفتن شما نعمتی به شما رسید دعا نکنید؟ مخصوصا سجده شکر. منم صاحب جواهر زدکار فقار زانلاله نقل کردن که از امام علیه السلام سوال کردن ما در نماز حواسمون جمع نیست چه کنیم؟ فرمود به این که این حواس شما که در نماز جمع نیست با نافله اون قصور را جبران کنید. اگر در نافله هم حواستون جمع نبود، نافله هم قصور داشت، با سجده شکر جبران کنید. این چه نباشد که بعد از نماز مستقیما از کنار مصلا برخیزید و سجده شکر به جا نیاورید. انسان وقتی نماز خوند بدهکار میشود نه طلبکار، چون بدهکار میشود باید از سجده شکر به جا بیاورد. خدا اون توفیق را داد که این نماز را خوند، این بندگی را کرده است. منتها حالا برای هر سجده شکر یه سجده شکری دیگر چون لازم است انسان عاجز است. بیانات امام سجاد در مسحمید سعی کرد و هر وقت کردیم بدل یه نعمتی سجاده و مادد برای این شکری دیگر. کدام نعمت است که به ما دستور ندادن در برابر شکر کنیم؟ برای اینکه انسان طبعا وقتی یک نعمتی برسید خودخواه است و خودخواه را خدا سرکوب میکنه. این سنت خدا، این بان الله لم یکو مغیرن، یعنی ما هرگز نعمت تغییر نمیدیم مگر اینکه اینها بیراهه برون. این سنت خدا و خدا هم که علی صراط مستقیم سنتش رو اجرا میکنن. اینها نعمت هاییست که چه در مسائل شخصی، چه در مسائل اجتماعی، چه در مسائل رهبری به طور عموم مشمول این است. اما اون چه که به عنوان مسائل نظام اسلامی مطرح است و پیروزی
سپاه اسلام بر کفر مطرح است، اون گونه از نعم را خدای سبحان به صراحت ذکر میکند، به اختصاص ذکر میکند. در سوره مائده آیه 11 میفرماید که یا ایها الذین آمنوا اذکروا نعمت الله علیکم اذ هم قوم ان یبسطوا الیکم ایدیهم فکف ایدیهم عنکم و اتقوا الله و علی الله فلیتوکل المؤمنون. همون مؤمن بیاد این باشید که بیگانگان ریختن، همت کردن که به عنوان یک مقتدر مبسوط الید بر شما بشورن، ما دست اونها رو کوتاه کردیم. فرمود به این که هم قومون ان یبسطوا الیکم ایدیهم فکف ایدیهم عنکم، ما دست اینها رو کوتاه کردیم. خب بیاد این باشید، اگر نبود عنایت خدای سبحان در صدر اسلام، مسلمین با چه قدرتی پیروز می شدن؟ گاهی جریان جنگ احزاب را در سوره مبارک احزاب مطرح می کند، می فرماد به این که اون روز احدی به داد شما نرسید مگر خدای سبحان. آیه 9 سوره احزاب این است: یا ایها الذین آمنوا اذکروا نعمت الله علیکم اذ جاءتکم جنود فارسلنا علیهم ریحا و جنودا لم تروها و کان الله بما تعملون بصیرا. فرمود مؤمنین به یاد نعمت خدا باشید. اینجا مشخص فرمود که منظور از نعمت چیه. فرمود مگر نان است که سپاهیان فراوانی در جریان احزاب آمدن، جنودهای آمدن، از جاءتکم جنود فارسلنا علیهم ریحا و جنودا لم تروها، ما باد را بر اینا مسلط کردیم، یه سلسله ستاد نامرئی را بر اینا مسلط کردیم و همه اینها منهزم شدند و از بین رفتند. چون با یه مشن خدای سبحان مسئله جنگ احزاب حل کرد. اگر شنها را دستور داد به وسیله اون طوفان باد بر خیمه اینها، چادر اینها، دیک و دیکبر اینها بشورت کنه، نتونن زندگی کنن، ناچار شدن که خیمه ها را از اون طرف خندق کندن رفتن دیگه. فبود ما در جنگ احزاب که همه شما متزلزل بودید، در اون روزی که زلزل و زلزالان شدیدا همه تون متوحش بودید، مگر نان است که ما با یک مشن مسئله حل کردید؟ چرا به یاد نعمت حق نیستید؟ نمونه شما در جریان حمله نظامی تبس میبینید. اون روز بعضی از این آیون که تو شورای انقلاب بودن میگفتن ما اصلا خبر نداشتیم تا به عرض امام برسونیم. اگر خدای نکرده آمده بودند اون لانه جاسوسی اشغال کرده بودند، چیزی نمیموند که خدای زمان با یه مشکل مسئله توسل کرد. این معجزه کسی نیست، فقط معجزه قرآنه، این وعده خدا. فبود به من اوفا به عهده من الله. فبود چرا به یاد این نعم نیستید؟ چی اینا را از این کشور تب کرد؟ مگر نام است که این ریاه در اختیار خداست؟ مگر این شنها در اختیار خدا نیست؟ مگر اینها در آمریکا منطقه کبیری و شنی نداشتن؟ مگر بی معادلات حس ریاضی آمدن؟ همونطوری که مسائل نظامی را بررسی کردن، مسائل کبیری را سنجیدن آمدن. اونجا منطقه کبیر دارد، در کبیر کی طوفانی می شود، کی شنا حرکت میکنن، همه اینا حساب کردن، بررسی کرده آمدن. ولی خدای سبحان فرمود به انزل علیهم ریحا و جنودا لم تروها، با یه مشکل مسئله حل کرد. اینا نعمت های اساسی است که قرآن کریم به عنوان هشدار تذکر می دهد که بیاد نعم باشی. البته این نعمت نعمت خاصه است و نعمت مقیده. خدای سبحان به عنوان مطلق ذکر نکرد تا ما بگوییم نعمت نعمت رهبری ولایت است. اینجا کنارش فرمود از جاعت کم جنود و نعمت مقیده است. فرمود به یاد نعمتی باشید که خدای سبحان با باب و با یه سلسله مأموران نامرئی شما را در احزاب پیروز کرد. این نعم را بیاد بیاورید: از جاعت کم جنود و فرسلنا علیهم ریحن و جرودن لم تروها و کان الله به ما تعمرون بسیرا اذ جاءوكم من فوقكم ومن اسفل منكم فاذ زاغت الابصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنونا هنالك ابتلي المؤمنون بزلزل زلزالا شديدا. از هر طرف حمله کردن، از بالا آمدن، از پایین آمدن، راهی شما برای دفاع نداشتی و به لرزه در آمدی. خب چرا به یاد این نعم نیستی؟ اگر انسان یک مختصری او را از تذکر نعمت محروم بکنن، خودخواه می شود. و اما این که فرمود به یاد نعمم باشید من به عهدم وفا می کنم، برای آن است که اگر کسی به یاد نعم حق بود، قلبن و عملا شاکر بود، وعده خدا می است که لن شکرتم لزیدن نکن، اضافه هم خواهد کرد. چون خودش فرمود اوفو به عهدی اوفو به عهدکم، بعدم فرمود از من با وفاتر در هستی نیم، من اوفا به عهدهی من الله.
مثلا فرض ندارد کسی با وفاتر از خدا باشد. دیگران اگر ملکه وفادارن از اوست، اگر این خوی وفاداری و عهد را آموختن از خدا گرفتن، لذا کی با وفاتر از خداست؟ و من اوفا به عهدهی من الله فاستبشروا ببیعکم الذی بایعتم به. این را هم در سوره توبه آیه 111 فرمود و من اوفا به عهدهی من الله، و هم در سوره حد آیه 10 فرمود و من اوفا به ما عاهد علیه الله فسیعتیه اجدن عظیما. این اوفا غیر از اون اوفا سلبته، و من اوفا به ما عاهده یعنی من وفا به عهده، ولی در سوره توبه فرمود از خدا با وفاتر عهدی فرض ندارد. بنابراین تذکر نعمت برای آن شکر نعمت. و این آیه کریمه نکته دیگری که دارد آن است که ما را به اصول سگانه دین دعوت می کند. زیرا این که فرمود اذکر و نعمتی التي انعمت علیکم، این دعوت به توحید است. انسان وقتی همه نعم را از خدای سبحان می داند می شود موحد. برای این که آیه سوره فاطر فرمود یا ایها الناس اذکر و نعمت الله علیکم هل من خالق غیر الله یرزقکم. هم نعمت خلقت است، هم نعمت رزق است مانند او. پس این راجع به توحید. و اوفو به عهدی اوفو به عهدکم، بالاترین عهد همون عهد دین است که جامع همه احکام و حکم است. این هم راجع به وحی و نبوت و رسالت و شریعت. ذیلش هم که به ایای فرهبون دعوت به معاد است و از خدا ترسیدن است و از محاسبه خدا حراسناک بودن است همسال ذالک. پس صدرش توحید، ذیلش رسالت و نبوت و وحی و ولایت و امامت همسال ذالک که در مجموعه دین ماخوذن، ذیلش هم راجع به معاد. والحمد لله رب العالمين.